امروز برای شما همراهان کانال یک برنامه متفاوت آماده کردم که انشالله این برنامه رو با من همراهی بکنید. در مورد هاتف و ارسال اون چه میدونید؟ خیلی از شماها در زندگیتون درگیر این مطلب شدید، اما به هیچ وجه من الوجوه نه اون رو تا کسی تونسته شناسایی بکنه و نه شما از او خبر دارید. خیلی از اطراف شما به وسیله هاتف شما رو مورد تهاجم قرار دادن یا به وسیله هاتف شما رو باعث شدن که زندگیتون خراب بشه. در ادامه با من همراه باشید تا بدونید ارسال هاتف چه هست و چگونه میتونن به وسیله ارسال هاتف شما رو در زندگی سحر بکنن یا فلج بکنن یا اعمالی از این قبیل. پس این درس مهم رو تا ادامه با من همراهی بکنید. با نام و یاد دادار پایدار و با درود و عرض احترام به تک تک شما همراهان کانال، امیدوارم در هر کجایی که هستید به دور از کجی و کاستی باشید. همراه با تندرستی یک مطلب رو بارهای بار تکرار کردم عزیزان، اگر میخواید در زندگیتون به نحو احسن ادامه زندگی بدید و در زندگی خیر برکت ببینید، چه در علوم غریبه چه خارج از این، به بزرگترها احترام بکنید، بزرگترهاتون رو مورد لطف و مرحمت خودتون قرار بدید. دوستان گرامی، من برنامه های زیادی براتون ساختم در مورد سحر، چگونگی سحر. برنامه رو دیشب گذاشتم که بر روی تصویر تامنلش رو میبینید، حتما برید ببینید. نموده های سحر در منزل و از این دست. در آخر برنامه هم یک پلیلیست هست، حتما اون رو ببینید، که خیلی از این برنامه آگاهی رسان برای شما گذاشتم که از واقعیت تا دروغ رو متوجه بشید. در اینجا میرسیم به یک مبحثی به نام هاتف. هاتف اصطلاحاً همه میدونید دیگه چه هست، از در شعرهای ما هم وجود اون اثبات شده، یعنی خبررسان، یعنی آن چیزی که برای شما به اصطلاح فرستاده میشه و رسول. در علوم غریب ما هم هاتف داریم، یعنی چیزی که دستوری به او داده میشود و او برای انجام اعمال فرستاده می شود. شما حتما کسانی که در علوم غریبه وارد هستند ارسال هاتف رو 100% شنیدند، و اما صحبت من با اون عزیزان نیست، صحبت بنده با کسانی هست که تحت سحر واقع شدن و یا از هاتف هنوز خبر ندارن. میخوام در مورد اون صحبت بکنم و بگم چگونه عمل میکنه و چگونه وارد حیطه زندگی شما میشه و شما باید برای اون چه کارهایی انجام بدید و یا اصلا بدونید که چگونه در زندگی شما هاتف ارسال شده. عزیزان، من دیشب در برنامه‌ای که گفتم براتون توضیحاتی رو دادم، اون برنامه رو شما برید ببینید، و توضیحاتی در اون برنامه دادم که من اینجا نمیگم بهتون، یعنی توضیح بهتون نمیدم، چون برنامه رو ساختم باید کاملش رو ببینید. در اونجا گفتم که انواع سحرها به چه صورت هست و چگونه عمل میشه. یکی از اون سحرهای ارسالی اصطلاحاً هاتف هست، سحری که به وسیله هاتف براتون ارسال میشه. هاتف ها از قبایل خاصی هستند، هر شما هر هاتفی رو نمیتونید بفرستید. هاتف ها میتونن از قبایل بادی ها باشند، میتونن از قبیل آتشی ها باشند. ما هاتف خاکی معمولا نداریم عزیزان، اگر هم داشته باشیم اندک هستن، بیشتر هاتف ها بادی و آتشی هستن. خب هاتف های آبی هم هستن که بسیار قدرتمندن، که هر کسی دست در اونها نداره، بیشتر همون هاتف های آتشی هستن و هاتف های بادی. یکی از خیلی معروف ترین هاتف هایی که شما میتونید مثال اون رو ببینید، هاتف های وسواس هستن. هاتف های وسواس چه هستن؟ هاتف های وسواس همون جور که اسمش روش هست، کارشون وسوسه و آنچه که واقعیت ندارد برای شما نشان داده می شود. توسط کی؟ توسط هاتف میاد و در ذهن شما و در دل شما شما رو وسوسه میکنه. حالا ممکن هست هاتف ها، باز هم عرض میکنم که نوعشون بادی باشه و یا آتشی باشه، اینها طرز عمل کردشون با هم فرق میکنه، ولی بیشتر اون چیزی که ما دیدیم
اصطلاحاً هاتف‌های آتشی هست که اکثراً استفاده می‌کنن. هاتف وقتی که وارد زندگی شما بشه، به اصطلاح، حالا بهتون میگم در ادامه چگونه وارد میشه، شما رو شروع میکنه ابتدا انرژی اطراف شما رو به اصطلاحاً محاط کردن، یعنی انرژی اطراف شما رو شروع میکنه به گرفتن. این اگر اطراف شما حاله شما باشه، میاد شروع میکنه اطراف شما رو به اصطلاحاً یک جوری محاط میکنه و اطراف انرژی شما رو میگیره که شما داد و گرفتتون بیشتر از سمت این موجود باشه. یعنی داد و گرفت از جای دیگه نداشته باشید، بیشتر تحت سیطره او باشید از نظر انرژی هایی که اصطلاحاً چه در خواب شما، چه در افکار شما، چه در حالات روزمره شما، این هاتف شروع میکنه به تحت سیطره شما واقع یعنی تحت سیطره خود شما رو واقع کردن و بر روی شما چنبره میزنه. بند اون اصطلاحاً چنگک های انرژی خاری خودش رو از جهات مختلف بر شما میندازه، یعنی اون چنگک ها رو از جهات مختلف، اکثر موجوداتی که شروع میکنن به انرژی خاری از جهات مختلف نیستن، بیشتر از یک جا. معمولا هاتف ها برای اینکه سریع کارشون تأثیر بگذاره از جهات مختلف شروع میکنن شما رو به اصطلاحا مواد کردن و انرژی خاری از شما. وقتی سطح انرژی شما بیاد پایین، داد و گرفت شما از اطراف کمتر میشه، شما بیشتر به حالتهای کمحالی، بیحالی، به حالتهای مریضی، به حالتهای سردرد، حالتهای مانند قلب درد گرفتن، حالتهای مانند تشویش، استراب، مخصوصا استراب دم غروب، اینها بیشتر دوچار میشید و این حالات باعث میشه که شما به اصطلاح او بتونه بر شما بیشتر اون چه که میخواد رو الغا بکنه. اگر که از این حالتهای، چند حالتی که من گفتم در زندگیتون دارید که مطمئنم خیلی عزیزان حالتها در زندگی شما هست، بدونید که مطمئنن تا حد 90% هاتفی در زندگی شما داره نقش بازی میکنه. هاتف ارسال کردنش تحت هر کسی، یعنی نمیتونه این هاتف رو ارسال بکنه، کسانی میتونن هاتف رو ارسال بکنن که اصطلاحاً قدرت ماورا و طبیعه اونها، یعنی در ماورا و طبیعه قدرت اونها زیاد باشه، کسانی باشند که حالا امضای قدرتمندی دارند و آدم هایی هستند که در ماورا اونها رو میشناسند و از نظر عملکرد قدرتمند هستند. حالا براتون میگم که وقتی وارد میشه چگونه وارد میشه و راه های ورودش رو به شما میگم. دوستان تا اینجا رسیدیم، اگر میبینید این کانال و برنامه ها براتون ارزشمنده و اصطلاحاً اگر کسی دیگه هم در این اصطلاح دام ها افتاده یا فضای تاریک هست براش ارزشمند هست این برنامه ها رو ببینه، ابتدا دو یا چند کامنت انگلیسی برای ما بگذارید عزیزان و بعد هم لایک حتما بزنید. عزیزان این سابسکرایب نکردن لطف بکنن سابسکرایب بکنن و حتما عزیزان زنگوله کانال رو بزنید و بذارید روی همه آل و شیر بکنید برای عزیزانی که نیازمند هستند، برنامه ها رو شیر بکنید تا اونها هم آگاه بشن از این برنامه ها و انشالله راه درست رو پیدا بکنن، راه مبارزش رو پیدا بکنن و آگاهیشون بیشتر بشه، نرن دنبال این مسائل و در دام بعضی از افراد نیفتن. عزیزانم که میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس و بقیه گزینه‌های مثل پیپل به کانال کمک بکنن. عزیزان هاتف زمانی که این، حالا من فرد ساحر رو اینجا مثال براتون میزنم، میخواد با یک هاتفی قرارداد ببنده، بین 3 تا 7 روز برای اولین بار قرارداد با او باید عملی رو انجام بده. حالا ممکنه 3 روز باشه، ممکنه 7 روز باشه. بعضی ها هم هاتف استخدامی دارند عزیزان، بعضی هم هاتف استخدامی دارند، یعنی موکل داره، موکلش از نوعی هست که میتونه با موکلش دستور بده و موکلش رو هاتف بکنه و برای شما اون رو ارسال بکنه. دوستان عزیز، من قبلا در مورد
نیروهای عمار براتون صحبتهایی رو کردم. عمار در وهله اول میتونن برای شما نقش یک سپر محافظتی رو بازی بکنن که دور اطراف خونتون میگردن و یک حاله انرژی رو درست میکنن که چیزی نتونه سپر باشه، نتونه وارد بشه. اما در بعضی از حالات شما از همین عمار ضربه میخورید. چجوری؟ هاتف میاد، بستگی داره اینجا به نوع هاتف، هر هاتف این کار رو نمیتونه بکنه. در رابطه ای که با عمار داره میتونه از عمار خبر رسانی بکنه و راه رو برای خودش باز بکنه. بعضی از هاتف ها هستن که اینها جز توایف عمار هستن، عزیزان هاتف هستن ولی جز توایف بزرگ عمار هستن، حالا اسمشون رو نمیبرم. یکی از اونها خدمت شما عرض بکنم که البته ایشون خادم سحر نیست، ولی یکی از اون موجوداتی که میتونید از او به عنوان اصطلاحاً عمار حساب بکنید و هاتف برای امور خیر از او استفاده بکنید، برای امور مبارزاتی از او استفاده بکنید، اصطلاحاً ابو دیباج هست. ابو دیباج یکی از توایف بزرگی هستند که طایفه ابو دیباج بسیار بسیار ایشون جز خدام قرآنی هستند و خود جز حساب موکلین و خدام خیلی قدرتمندند و یکی از اونها همون جور که من قبلا گفتم جناب محمد غواص هستند و اینها هم جز توایف عمار محسوب میشن. و اگر کسی مثلا بتونه در اموری از ابو دیباج استفاده بکنه که هر کسی نمیتونه، قدرت این باید بالا باشه، قدرت اون عامل، و بتونه از اون استفاده بکنه. گرچه عرض کردم جناب ابو دیباج که یک موجود بسیار قد بلند و بسیار با لشکر قدرتمند هستن، معمولا برای تارومار کردن نیروهای سحر استفاده میشن به صورت هاتف. و حالا من با سحرش کار ندارم، اونایی که اصطلاحا ساحر هستن خودشون میدونن از چه هاتفای استفاده بکنن، ولی در بعضی از مراحل هاتفا میان. از کیا استفاده میشن؟ از عمار، از عمار، از دسته ای که متاسفانه دسته خوبی نیستن و میان از اونها استفاده میکنن برای ورود، برای شکستن اون حریم عمار میان از اونها استفاده بکنن. عمار هم به اونها کمک میکنن. خیلی جاها شما هاتف خبررسان دارید، یعنی هاتف میره در اون زندگی وارد میشه، خبر رو جلب میکنه، میاره به کی میده؟ میاره به ساحر میده. در بعضی جاها نه، هاتف کارش وسواسه، در بعضی جاها هاتف کارش مبارزه است، در بعضی جاها هاتف نوعهای مختلفی هستن. اما عرض کردم اون چیزی که خیلی ها از هاتف در زندگی های ما استفاده میکنن کار وسوسه و خراب کردن زندگی رو انجام میدن، که خب نمونه های بسیار بسیار بارزش رو من دیشب براتون عرض کردم. کسانی که به اصطلاح وارد میشن وسوسه میکنن، باعث میشن زن و شوهر به دعوا بیفتن یا برای کسی چیزهایی رو نمود بدهند که واقعیت نداره، یا اصطلاحاً کار وسوسه بکنن. حتی ممکنه کسی رو انقدر وسوسه بکنن وسوسه شهوت در او بالا بره و پا بشه به سمت اون کسی که به سمتش اصطلاحاً فاعل سحر هست برود، یعنی کار جلب رو برای او انجام بدن. از چه طریق؟ از همین هاتف‌های وسواس. و مهمترین بر اصطلاح مطلب قبل از اینکه من برنامه رو ببندم به شما باید عرض بکنم، عزیزان شما مهمترین چیزی رو که می توانید در هاتف ها متوجه بشید و بدونید که هاتفی برای شما ارسال کرده جز این مواردی که چند دقیقه پیش براتون ارسال کردم، دوستان و عزیزان، دیدن خواب های مشوش که در این خواب ها برای شما معمولا افرادی به شکل مثلا شما یک دوست دختری دارید، دوست پسری دارید، یا کسی رو به او علاقمند هستید، کسی به او مثلا علقه دارید، به این شکل برای شما ظاهر میشن. یا اینکه کسی هاتف مرگ برای او زده، به شکل به اصطلاح میشود گفت مار یا موجوداتی سیاه با قدهای بلند و صورتهایی که مثل شنل پوشانده شده، و دیدن روتیل در این حالت زیاد نمیشه به او مسئله هاتف رو
به اصطلاح استناد کرد. ولی مار بله، و همین که عرض کردم افرادی سیاه پوش، شنل به سر و یا حتی در حالت نیمه بیداری، اینها هاتف هستند که بیشتر برای شما حالتهای به اصطلاح می شود گفت که تشویش، استراب و حالتهای از این قبیل رو ایجاد می کنند و باعث می شن که شما به حالتهایی مثل افسردگی، فرار از دیگران و نهایتا هم حال بسیار بسیار وخیم دچار بشید. که البته این رو هم بگم، من دیشب هم عرض کردم، خود ارسال هاتف زمان کوتاهی داره، یعنی هاتف زمان بلندی رو در مسکن شما نمیماند. من برنامه دیشب رو گذاشتم، حتما برید نگاه بکنید، در اونجا کامل توضیح دادم. و مطلب دیگه این هست که هاتف بیاد سریع باید منطقه رو ترک بکنه، ولی عملش، عمل هاتف سریع هست، یعنی بازخورد عملش نسبت به بقیه اسحار و نوع اونها سریعتر هست. پس اگر جایی شنیدید که طرفی ارسال هاتف کرده یا هاتف باید ارسال بکنن، این هست مبحث کلی هاتف. و عرض میکنم که در اون هیچ نشانی و هیچ موضوعیتی از چه میدونم کاغذ و اینها وجود نداره. ارسال هاتف رو فردی که به کسی میره پیش ساحر نمیتونه انجام بده، ارسال هاتف فقط به وسیله ساحر یا به وسیله اون کسی هست که عامل در علوم غریبه هست. ممکنه هاتف خوب داشته باشیم، ممکنه هاتف بد داشته باشیم. هاتف خوب هم داریم عزیزان، کسانی که ابطال سحر میکنن از هاتف ها هم استفاده میکنن. پس اگر جایی صحبتی شد انشالله که متوجه شده باشید، این مطلب رو هم برای دیگران ارسال بکنید که انشالله بتونن از اون بهره‌مند بشن. کانال رو حمایت بکنید عزیزان، این کانال به حمایت شما سرپا خواهد بود و راهش جلوتر میره و انشالله برای آگاهی رسانی و انشالله که بتونیم از این برنامه ها دیگران رو به مسیر درست هدایت بکنیم. تا زمان دعا و برنامه دیگر، دادار پایدار یارو یاور شما گرامیان.